امروز و شنبه برابر بر بر با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس است که حمله موشکی ایران به محل استقرار نیروهای آمریکا و عراق و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی را در پی داشت. هوشمند میرفخری و جزئیات بیشتر. در اولین ساعت بامداد دی ماه 1398 قاسم سلیمانی و هیئت همراه با یک هواپیمای ایرباس مسافربری سوریه از دمشق به بغداد وارد شدند و دقایقی بعد خودروی حامل او و ابو مهدی المهندس معاون نیروی هشت و شعبی عراق توسط پهپادهای آمریکا در جاده ورودی خروجی فرودگاه بین المللی بغداد هدف قرار گرفت در این حمله دو خودرو با شلیک چهار راکت نقطه زن هلفایر منهدم شدند و هشت نفر دیگر شامل چهار نظامی ایرانی نیز از پا درآمدند دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در توییتی نوشت ژنرال قاسم سلیمانی عامل اصلی کشته و به شدت مجروح شدن هزاران آمریکایی بود و برای کشتن شمار بیشتری توطعه چینی میکرد اما وزیر امور خارجه ای وقت ایران مدعی شد که سلیمانی برای پیگیری معمولیتی سیاسی به بغداد رفته بود. ظریف یک تبلیغاتچی درجه یک است. قبلا هم این دروخ را شنیده اید. سلیمانی برای معمولیت سیاسی به آنجا نرفته بود. اجساد افراد کشته شده در این عملیات ابتدا در شهرهای بغداد و کازمین تشکیل شد و سپس مراسم مشابهی برای ایرانیان کشته شده در شهرهای اهواز مشهد تهران و قوم برگزار شد در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان 56 نفر بر اثر ازدهام و فشار جمعیت کشته شدند و جنازه او در گلزار شهدایان شهر به خاک سپرده شد کشته شدن فرمانده وقت سپاه قدس به افزایش بی تنش سیاسی بین ایران و آمریکا منجر شد و دو رویداد مهم و سرنوشت ساز در پی داشت. پنج روز پس از این حادثه سپاه پاسداران 16 موشک میان برد به سوی پایگاه عین الاسد مقر نیروهای آمریکا در عراق و پایگاه هوایی دیگری در اربیل پرتاب کرد و چند ساعت بعد پرواز مسافربری پی اس 752 هواپیمایی اوکراین دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران بر اثر برخورد دو موشک پدافند سپاه پاسداران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند